طی بررسی های مسئولان نوحه پنجم یک مقدار ادویه و مواد بهداشتی بدون کیفیت و تاریخ گذشته از یک مالگودام در داخل بلاک های مسیر سرک سیلو شناسایی و غرض از بین بردن به مسئولان مربوط تسلیم داده شد. رفیع الله احمدزی معاون نوحه پنجم گفت که تأمین سلامت صحت شهروندان یکی از مسئولیت های شورای کابل بوده که با نهادها و ادارات زیربط همکار و همگام می باشیم. امروز در بررسی های ما به تعداد 16 قلم ادویجات تاریخ گذشته و بدون کیفیت شناسایی و با مسئولان اداره ادویه و غذا هماهنگی صورت گرفت که در نتیجه غرض از بین بردن به محل مخصوص آن انتقال داده شد. معلوماتو چې د محل خلکو موږ سره شریک کړی ول چې په دغه ساحه کې تقریبا بعضی تاریخ تیره دواګانې سنایټیزر کتل شوي ول. موږ راغلو دا ساحه عملا بررسی کړل او کتل ټولو تاریخ تیر ده. د مواد غذایی ادارې سره تماس ونیو، دوی محل ته راغلل، د غذایي مواد ټول وکتل. د شاروالۍ مکلفیت و چې تر څو د اداره په جریان کې واچوي، نور مسؤلیت او مکلفیت د مواد غذایي ادارې مربوط ده. موږ همیش د خپلو ادارو سره همکاري یو، هغه په هر بخش کې. و افزود که مواد تاریخ گذشته و بدون کیفیت خوراکی و بهداشتی از بازارهای این ناحیه هر از گاه جمع‌آوری و از بین برده می شود. توقع می رود که شهروندان در هنگام خرید به تاریخ و کیفیت مواد خوراکی و بهداشتی توجه نمایند و همچنان فعالیت کنندگان اصناف از فروش مواد بدون کیفیت و تاریخ گذشته جدا خودداری نمایند. در همین حال مسئولان اداره ادویه و غذا از همکاری معاون ناحیه پنجم تشکر و قدردانی نموده. آنان گفتند تأمین سلامت صحت شهروندان وجیبه ملی و انسانی است. اطلاعی که امروز به اداره دوا غذا افغانستان رسید به همکاری معاونیت نایب پنجم شهروالی کابل، اینجا در یک گودام تعداد زیاد اقلام دوایی را اینا همچنان بعض محصولات سهی را اینا نگهداری میکردن. قسمی که ما اینجا دیدیم از تمام از این اقلام دوایی بیشتر از یک سال گذشتن. Ну, я не знаю, как. Но я пачка с индивидуальной, когда вы это слушаете.
اطلاعی که امروز بیداری داغ زه افغانستان رسید به همکاری معاونیت نایب پنجم شاروالی کابل. اینجا در یک گودام تعداد زیاد اقلام دوایی را اینا همچنان بعض محصولات سهی را اینا نگهداری میکردن. قسمی که ما اینجا دیدیم از تمام از این اقلام دوایی بیشتر از یک سال گذشتن و محصولات سهی هم اینا بیشتر از 3-4 سال است که اینجا به شکل غیر معیاری نگهداری کردن و فعلا هم زمانی که اینا دوا را بر یک کس دیگه میخواستن که به فروش برسانن که اون نفر به شکل غیر معیاری از این استفاده بکنن و یک تعدادش هم به مردم غریب گفتن، خود نفری که مسئول است اینجا اونا گفتن به کدام نفر دادن که صرف منعیت مواد سوخت استفاده کنن که از لحاظ اساسات تیپیک هستن، سوختندن مواد تیپیک هستن در محیط بسته، در محیط خانواده هستن، سبب مشکلات بسیار زیاد میشه، مشکلات تنفسی را به وجود میاره، مشکلات جلدی را حتی سبب سرطان ها شده میتونن که هم از این مواد توکسیک مواد زهری هستند. در صورتی که تاریخ ازشان ترشن خاصیت توکسیک یا زهری پیدا میکنه و در صورتی که سوختانده شد و در محیط بسته خانواده اگر کسی را تنفس کنه بدون شک بسیار زیاد سبب عواقب وخیم و مشکلات بسیار زیادی را به وجود میارن. بازم از معاونیت نایب پنجم شهروالی کابل ما تشکری میکنیم که همکاری کردن و در بخشای دیگه هم با اداره داغ‌زه افغانستان همکار بودن و ما هم به نوبه خود چیزایی که مربوط شهروالی کابل است انشاءالله با اینا همکاری خواهد کردیم. بازم از شان تشکر میکنیم و این دوا را فعلا انتقال میدیم و انشاءالله هدر خواهد شد. شکر دارم. دیگه مون سفر نباشه. دیگه شکر دارم. دیگه مون سفر نباشه. 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 دیگه مون سفر نباشه
کی خلق ډیر مراجعه کوي مونسه هغه مواد شوینده د پاره چې تا په هغه مرتبه ته اچته وي د مواد شوینده یو شیم ګیر ګدار دای مسول دی دای مسول دغه پیژنې دغه همدار شرکت ولا دا ریکو کمپنی په نامه یادې ده کمپنی و دلته زما ملګری وایي رحمان په نامه باندې هایلن کمپنی کار کوي معلومات سره سرمایه درور دا کاروبار غوړم شروع کوم پیسې را سره دي یو کس راته و چې پاکستان پر کی په نامه باندې وبنوسای و دا یې راغی ما باندې تقریبا یو نیم ډالر والے وکړل پاکستان کې والا مې وکړل د مقابل کې د بلټی کې راته دوای ولي جمهوریت وخت کې دوای چولې ته ما چې دوای وړه ساتامې ته چې دا رجسر لپاره کوم دی چې پرفارمې ورکونه ته ځینې وغواړه چې دا حساب کړو ما د برکینه مې تول مور داسې مسله ده ورکونه راوسته و چې دا دوا خلاصوی مه نفر مانده دا برجرم دا خپل وجرم دی ته دا اوس کوچان ته ورکې مولي صاحب خبر دلته سوځي دنه ګاز نه تولیدي دا مواد کیمیاوي دی دا مې خچو من خرڅ کړم دا خو دا دی مونږ بوتل نه خرڅو سوځو بوتل خالی کو وای دا منطقه کې ګاز نه تدلی یال ته خلک نه ژوند نه کوي تر بچی رقم تر در او کارمند مو کارمند شما نه مو متشکل ولا بود اینه ما برچی بودم برما زنگ زد ما پکسر پاک کردم برما گفت بوتل است ما اینجا اومدم گفت 500 روپیه میتم گفتم را ببرین هر جا میندازم میدادم بپوش هر جا میندازین تو فکر کو دادی خدای لار ده مسلمانه اگر کاکا تو ما مسلمانی ما تا شک نداری ما وقت تول ما دا ویسه گلباخ کی دکور ده اطرافو کی آقا ول ده اورم آدی زان کی سوزم سگر کار است مرد کمی گناه در چیر در تو وڑی یو جی کی خالی که ماشومان مینس کی خالی که دا بوتل بده جی کی خالی که ماشومان ال تلو بی کیڑا راشد یو یو نمونو باسی کنه ما تا ولاری سی حالا یو نمونه رو بس سری کی دوتو معلوماتو چې د محل خلکو موږ سره شریک کړي ول چې په دغه ساحه کې تقریبا بعضې تاریخ تېره دواګانې سنایټیزر کتل شوي ول موږ راغلو دا ساحه معمولا بررسي کړله وم کتل چې جمن شپاړس قلمه دوایي چې په دې محل کې ساتل شوې وه چې ټولو تاریخ تېر ده د مواد غذایي ادارې سره تماس ونیو دوی محل ته راغلل دا غذایي مواد ټول وکتل د شاروالۍ مکلفیت و چې تر څو دا اداره په جریان کې واچوي نور مسؤلیت او مکلفیت د مواد غذایي ادارې مربوط ده موږ همیش د خپلو ادارو سره همکار یو هغه په هر بخش کې انشاءالله تر دې وروسته بیا هم په ګډه سره په دغو مواردو کې همکاري کوو تر څو وکولی شو چې هغه معیارات چې د سیاحي موادو غذایي ادارې څخه او د شاروالۍ کوم معیارات چې دي و ټول یو سان تطبیق نشي